کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی حالو تهیه شده است خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص سلطنه بخش سوم سنگرها یکی پس از دیگری گفته بودم که مردم خراسان یک پارچه با عقاید و رفتار کلونل پسیان موافق بودند بر لحظه که از کودتای سفید ما میگذشت عده جدید بر یاران ما افسوده میشد در این میان ماجرایی پیش آمد که خیالم اندکی آسوده شد یک روز مرحوم کلونل به من گفت امروز پس از پانزده روز عموی شما آقای امیر ارفع را آزاد کردیم زیرا بر ما ثابت شد که ایشان یکی از درستترین و پاکترین دوستان قوام السلطنه سلطنه هستند آزادی امیر ارفع برای من ای بود زیرا آن مرد واقعا موجودی پاک و درست بود و از این بدتر نمیشد که برادر زاده ای علیه اموی خود بجنگد من در اوایل سعی می کردم که نسبت به امویم رویه ملایم تری داشته باشم ولی هر روزی که می گذشت اختلاف عقاید بین من و او بیشتر میشد. و این شکاف عمیق باعث کردید که بالاخره ما در دو صفحه مقابل یکدیگر قرار بگیریم من و کلونل پسیان و سایر دوستان در یک جبهه او و قوام السلطنه و, یارانش در جبهه دیگر به هر حال پس از آزادی او ما از شماتت های خانوادگی نیز آسوده شدیم و شروع به کار کردیم. این که میگویم کار کردیم واقع نباید آسانش گرفت زیرا به حکم ایجاد یک رفرم جدید و برچیدن بسات یاران والی سابق ناچار بودیم که با افراد متنفذ و روحانیون معتبر دست و پنجه نرم کنیم و در این میان وضع عمومی خراسان بسیار جالب توجه بود زیرا قوام رفته بود و همه بند و اونیز موقوف شده بود و درست نقطه مقابل او مردی زمام امور را در دست گرفته بود که درست کار و درستندیش و درستگو بود و این خود در اوایل باعث حیرت و سرگردانی مردم شده بود و باعث تشویش و اضطراب رجال ایالت برای نمونه دو واقعه شنیدنی را برای شما نقل می کنم خری در بیابان روزی که به خراسان می رفتم وزیر امور خارجی وقت مرا صدا زد و گفت مردی به نام محمد علی زنجانی آبروی ما را نزد سفرای خارجی برده است او به هر جا که دستش رسیده تلگراف کرده که مرا در سر گردنه کارگزاری خراسان لغت کرده اند لطفا به محض ورود به خراسان به این افتضاح خاتمه داده تحقیق کنید که جریان چیست و چرا به او آزار رسانیدند من به محض ورود به خراسان دریافتم که کارگزار قبلی خراسان او را لخت نموده و در این راه یکی از روحانیون معروف مشهد نیز جناب کارگزار را کمک کرده است با این کیفیت میبایی سر نخ را میگرفتم و بعد به آن عالم بزرگ میرسیدم اینکه آیا صلاح بود من دست به این مهم میزدم یا نه صحبت جداگانه است زیرا به هر حال ما رفته بودیم که کاری برای خلق خدا بکنیم نه آنکه مشقات آنها را تماشا کنیم حقیقت ماجرا این بود محمد علی زنجانی پسری داشت 18 ساله که این جوان فوت کرده و از خود پسر سه ماهه ای نیز به جا گذاشته بود همسر این جوان پس از فوت شوهرش عاشق مردی به نام سید حسن بصرعی شده و از بالای بام خانه اش با این مرد قریب سر و سری پیدا کرده بود و چیزی نگذشت که این دو با هم ازدواج کردند و چند روز بعد از ازدواج حسن بسرعی ارزهالی به کارگزاری داده و ادعا نموده بود که همه دارایی محمد علی زنجانی متعلق به پسرش بوده و اکنون وارث آنها نوه اش می باشد. کارگزار نیز سه هزار تومان از سید حسن گرفت و سپس کار را به محضر شرع رجوع کرد. حاجی فاضل که اعلم علمای خراسان بود فتوا داد که اموال زنجانی متعلق به نوهش می باشد و او به مال صغیر خیانت کرده است و با این حکم محمد علی زنجانی از ولایت شرعی نوهش برکنار و سید حسن بسرعی به سرپرستی آن کودک منصوب می گردد. و این حکم آن روحانی بزرگوار باعث می شود که بیچاره محمد علی زنجانی که تاجر معتبری بود ناگهان از هستی ساقط شده همه دارایی و اموال او ضبط گردد من پس از چند روز تحقیق و رسیدگی به این پرونده عجیب بلافاصله دستور دادم که سید حسن را توقیف نمایند و بعد اموال او را نیست که پانزده هزار تومانش لوتی خورد شده بود به امانت در بانک گذاشتم و این عجب که یک بار دیگر جنرال قنسول انگلیس در این باره دخالت کرد و به من پیغام فرستاد که او طبعی دولت انگلیس است و شما حق نداشتید او را توقیف دمایید من به او نوشتم آقا جان این موجود اهل بسره است بسره را هم شما تازه صاحب شده اید زیرا پیش از شما بسره را عثمانیان متصرف بوده اند. دولت عثمانی هم که در ایران حق کاپیتالاسیون ندارد پس پیش از آن که این موجود خاطی به شما برسد به عثمانیان میرسد و پیش از آن که به عثمانیان برسد به ما میرسد چرا نمیگذارید ما کار خودمان را بکنیم نمیدانم چطور شد که دیگر ژنرال کنسول انگلیس دنبال این کار را نگرفت و چیزی نگذشت که عادل و دوله به سمت رئیس دادگستری خراسان منصوب گردید و من این پرونده را به او دادم تا مراحل قانونیش را طی کند. این گذشت تا اینکه یک روز در گرم گرم حکومت نظامی کلونل پسیان به حاجی فاصل برخورده و با آن عالم معروف ملاقات نموده و به ایشام گفتم ثبوت محضر شرع که اموال موجود متعلق به پسر محمد علی است کاملا واضح است که مقرون به حقیقت نیست و درباره خیانت به اموال صغیر چون دلایلی وجود ندارد باز هم حرفی ندارم اما شما به چه دلیل جد را از ولایت شرعی معذول کردید در حالی که جد قابل ازل نیست و این از مواردی است که شما می توانستید زم امین بکنید او لحظه نگاه هم کرد و سپس حرفی زد که من به شدت دچار حیرت شدم. این روحانی بزرگ صریحا به من گفت فرزندم اگر در میان صحرا مشتی علف از پیش خط بردارید و جلو گاو بگذارید آیا مسئولیتی دارد؟ من بی اختیار تکان خوردم اما بعدها دانستم که یکی از روحانیان معروف آن زمان که خود را نایب امام می بیش دارای چنین عقایدی هستند ماجرای دیگر حالا که سخن به روحانیون و آن زمان و اوضاع عمومی مردم خراسان در آن دوران رسید بعد نیست این ماجرا را نیز برایتان نقل کنم اما چون اعوان و انصار قهرمان متنفذ این ماجرا هنوز زنده و دست به آب و آتش دارد بهتر است اسمی از او به میان نیاورم و به متن ماجرا بپردازم آن مرحوم یکی از رجال تراز اول مشهد و وابسته به آستانه قدس رضوی بود و نیز نایب امام هم بود و هر کار دلش میخواست میکرد او از کسی ملکی خریده بود به مبلغ سی و شش هزار تومان هجده هزار تومانش را داده و ملک را تصرف کرده بود اما از دادن بقیه پول خودداری می نمود. مالک اصلی به قوام و شکایت برده بود اما قوام به خاطر آن مرد متنفذ اقدامی نمی کرد و حتی جانب او را نیز می گرفت و به شاکی آزار می رسن. پس از توقیف قوام شاکی به کارگزاری مراجعه کرد و تزلم نمود من نامه بسیار محترمانه ای به نایب امام نوشتم و احزاری اینیز زمیمه نمودم و از وی تقاضا کردم که پول شاکی را بپردازد. اما چیزی نگذشت که متاسفانه جوابی به این شکل دریافت کردم. به شما مربوط نیست. چرا به کار من دخالت میکنید؟ من بلافاصله هشت نفر جاندار معمول کردم تا او را در خانه شخصی خودش توقیف نمایند. چیزی نگذشت که آقایان حاجی ناظر و حاجی قائم مقام و صدرال به کارگزاری آمده و با حالت مشوش و مضطرب گفتند آقای کارگزار این چه عملی بود که شما کردید در شهر انقلاب خواهد شد گفتم کلونل پسیان حاکم نظامی است او میداند انقلاب را چگونه خاموش کند گفتند ادهی کشته خواهند شد گفتم لابد وسیله کفن و دفن آنها را داریم گفتند بالاخره چه باید کرد؟ گفتم یا باید او هجده هزار تومان بدهی خود را به شاکی بدهد یا هجده هزار تومان از او بگیرد و ملک او را به او پس بدهد یا هجده هزار تومان وکیل و زامن معین کند تا امشب آزادش کنم آنها با چهره برافروخته از من دور شدند و دوباره ساعت سه بعد از نیمه شب به کارگزاری آمدند و باز صحبت از انقلاب و خونریزی کردند و من هم مجددا همان جوابهای قبلی را به آنها دادم. بالاخره دوباره سر و کلشان پیدا شد و مرا از خواب بیدار کردند و هجده هزار تومان چک وهابوف را به دست من دادند و من هم فورا دستور دادم جاندارما او را آزاد نمایند. از آن ظهر بود که کلونل پسیان به من تلفن کرد و گفت این آقا آمده است اینجا و از شما شکایت دارد جریان چیست؟ گفتم خودم حضورم خدمت خواهم رسید و چند لحظه بعد نزد کلونل رفتم و دیدم جناب روحانی بزرگ آنجا نشستند من ماجرا را برای کلونل تعریف کردم و او به شدت ناراحت شد و گفت آقا از این بدتر من باید از این پیرمرد بپرسم که سیصد هزار تومان سند آستانه را گرفته است کجا میخواهد فرار بکند ناگهان آن جناب رنگش مثل گچ سفید شده و همه اعبان و انصار اونیز نیز سرهایشان را پایین افکندند من از کلونل پرسیدم ماجرا چیست او گفت خبر ندارید این آقا به اتفاق آقای قوام السلطنه در حدود چند ماه پیش اسنادی از آستانه قدس رضوی دریافت نمودند که از پول آن به قول خودشان برای مشهد دانشگاه بسازند اینجا یک دبیرستان درست حسابی هم ندارد آقایون به فکر تأسیس دانشگاه افتاده بودند و بالاخره معلوم نشد که پولها را چه کار کردن. حالا هم با خبر شدم که ایشان عین سند را گرفته و میخواهند از مشهد فرار کنند کلونل پسیان همان روز دستور رو داد که آن پول هرچه زودتر از آنها گرفته شود و این جناب نایب امام پس از پرداخت پولها که در شرف بالا کشیدن بود از مشهد دور شد و ما خواهیم دید که شش ماه بعد یعنی بعد از پیروزی قوام این نایب چه دشمنی ها و جنایت ها در حق ما روا داشت آری این آقایان گردانندگان امور آستان قدس رضوی بودند آستانی را که یازده هزار نفر خادم و دربان و گرداننده داشت و این جماعت همه موقوفه آستانه را قارت می و از همه بدتر عاقبت الامر امام را هم مقروز می و سپس از امام تومنی دو عباسی نیز نزول می گرفتن. باری برگردیم به موضوع اصلی و قیام کلونل پسیان ناگهان قوام السلطنه نخست وزیر شد با نخست وزیری قوام السلطنه مبارزه کلونل پسیان به طور جدی در خراسان شروع شد و مبارزه نیز این طور آغاز گردید در اوایل ماه شعبان همان سال رتشین اولین سفیر کبیر شوروی در ایران از راه ترکستان به خراسان آمد که به تهران برود او از این جهت راه ترکستان و مشهد را برای سفر به تهران انتخاب کرده بود که گیلان از لحاظ او ناامن و میزا خان و تفنگداران او امور گیلان را در دست داشتند. از تهران به من دستور داده شد که از سفیر کبیر شوروی پذیرایی و استقبال نمایم و متعاقا این دستور شاهزاده نادر میزا آراسته نیز مأمور پذیرایی از سفیر شوروی شد و من بلافاصله خانه نجد و سلطنه را به جهت پذیرایی از سفیر شوروی آماده نمودم و پس از سه روز پذیرایی از سفیر ایشان راه تهران را در پیش گرفتند و خراسان را ترک گفتند آغاز کار اواخر ماه شعبان بود که دولت با نظر اصلاحی من و کلونل پسیان در مورد اصلاح اوضاع سردرگم و رقتانگیز آسان قدس رضوی موافقت نمود و درست از آن لحظه ما خود را آماده جدالی عظیم نمودیم زیرا اگر دست به این کودتای سفید نمی زدیم در واقع کاری برای شهر مقدس مشهد انجام نداده و آبروی ایالت خراسان و حتی ایران را در نزد خارجیان برده بودیم و اگر اقدام می کردیم ناچار می بایست در مقابل حیاهو و اعتراض و عکس عمل هزاران نفر قرار می گرفتیم و هر تقدیر چاره چه بود؟ آیا بهتر نیست وضع رقت انگیز آستانه را برای شما بازگو بکنم؟ چرا؟ بهتر است شاید انگاه داوری ها آسانتر شود اداره امور آسان قدس رضوی به دست کسانی بود که مشاغل آنان به طور ارسی از پدر به پسر می رسید و املاک آستان را این اشخاص اجاره می کردند و آنها مخارج خود و حقوق شغلی را که عهدهدار بودند از آیدات املاک دریافت می آستان آسان قدس رضوی در حدود 11700 نفر فراش و خادم داشت که معمول تنظیفات و کارهای جاری آستانه بودند. با این همه خیل و سپا اگر کسی کفشهایش را میکند و با جوراب به سحن متحر میرفت جورابش آنقدر کثیف میشد که ناچار میبایستی آن را دور بیاندازد. با اینکه آستانه چندین میلیون تومان آیدات داشت اما وقتی یکی از آجرهای طلا از سقف به زمین میافتاد هرگز کسی حاضر نمیشد که با پنجاه تومان چوب بستی تهیه کرده و آن را دوباره سر جایش بگذارد و دیگر که هر کس به نیابت تولیت منصوب میگردید موظف بود که بنا به رسم و بدعت قدیمی سی هزار تومان به شاه وقت تقدیم کرده سپس راه مشهد را در پیش بگیرد و آن تولیت هیچ کاری نداشت جز آنکه در همان ساعت اول سی هزار تومان تقدیمی را از آیدات آستان پس گرفته و سپس هر چند گاه مبالغی نیست که چند برابر مبلغ تقدیمی بود به جیب می زد. و بدین گونه بود که دست آخر حضرت رضا علیه السلام مبلغ چهارصد هزار تومان نیز به متولیان و کارکنان مرقد خیش مقروز می شد و این عجیب که تومانی یک عباسی نیز به پاسداران مرقد خیش تنزیل میداد و بیمارستان آستانه نیز چنان محلی بود که اگر آدم سالمی به دنجا میرفت همچون بیمار مشرف به موت خارج میشد روزی که ما دست به کار اصلاح وضع آستانه زدیم روز جالبی بود درست روز 27 شعبان 1300 بود بعد از ختم یک مهمانی که به جهت روز تولد احمد شاه برپا شده بود تمام رؤسای آستان را دستگیر و توقیف ساختیم و اولین حرف ما به آن آقایان این بود که آخر پدر ها ها بگویید ببینم حضرت امام رضا چه کار کرده بود که چهارصد هزار تومان به شما مقروز شد شما آن همه آیدات املاک موقوفه را میخورید و میبرید و میدزدید و آقابت 400 هزار تومان حضرت را مقروز کرده و تومان یک عباسی هم از حضرت نزول میگیری؟ به هر حال پس از توقیف رؤسای آستانه کمیسیونی جهت تهیه طرح و ایجاد وضع نوینی برای آستانه تشکیل دادیم. ریاست این کمیسیون به عهده کلونل محمد تقیخان پسیان بود و اعضای آن عبارت بودند از زهیر الاسلام، مشیر همایون شهردار، محقق و دوله و من چهارده صورت مجلس در این کمیسیون تنظیم شد که اصل آن را کلونل به آلمان فرستاد نمیدانم چرا ولی انگار پیش بینی میکرد که در آن روزگار پلید و انسان کش عمر او کفاف به ثمر رساندن نیاتش را نخواهد داد به هر حال این طرح بعدها مورد استفاده دولت های دیگر قرار گرفت و ما مشغول انجام آن بودیم که ناگهان حادثه عجیب و باور نکردنی برای ما اتفاق افتاد و آن حادثه حیرت انگیز خبر تکان دهنده رئیس الوزرایی قوام السلطنه بود قوام السلطنه به تمام رؤسای ادارات خراسان خبر نخست وزیر شدن خیش را تلگرافی اطلاع داد به جز به من و کلونل محمد تقیخان پسیان و از این بدران که آقای قوام السلطنه هنوز رسیده نرسیده مرحوم نجد و سلطنه را که حتی از اداره امور و اتاق خودش هم آجز بود به سمت کفالت والیگری خراسان منصوب داشت و مسیو دوبوا پیشکار مالیه خراسان را که مردی بقایت شریف بود از کار برکنار نمود و متعاقب این احوال به سایر رؤسای ادارات خراسان اطلاع داد که من رئیس الوزرا شده و هر کاری دارید می توانید با شخص من در میان بگذارید. و این آغاز مانور قوام بود و کلونل پسیان از این حادثه به شدت منقلب و ناراحت شد. چیزی را که او و من هرگز نمی توانستیم پیش بینی بکنیم بر سر من آمده بود. کلونل که به شدت از این ماجرا عصبانی شده بود فورا دست به توقیف نجد و سلطنه و سایر یاران قوام زد و متعاقب این احوال تلگرافی به احمد شاه نمود که شما به من امر می کنید که قوام سلطنه مرد خود مختار را دستگیر و توقیف نموده و او را به تهران بفرستم و سپس چیزی نمی گذرد که او را رئیس الوزراء ایران می کنید. این کار چه معنی دارد؟ آیا سزاوار است که من بدون دلیل مورد توهین قرار گرفته و اکنون در مقابل کینه توزی آقای رئیس الوزراء شما که تا چند روز پیش به عنوان یک گناهکار زندانی بود قرار بگیرم به دنبال این تلگراف چندین تلگراف دیگر نیز کلونل محمد تقیخان به احمد شاه مخابره نمود احمد شاه فرمانی کلونل را فرمانده قشون خراسان کرد و به او شرافتمندان اطمینان داد که در هر صورت از وی پشتیبانی خواهد کرد اما خواهیم دید که احمد هرگز به این قول خیش عمل نمود کلونل پس از تأمینی که احمد شاه به او داد بلافاصله نجد و سلطنه و سایر دوستان قوام را از توخی پازاد ساخت اما نجد و سلطنه که فلواقع قادر به انجام مأموریت خیش نبود فورا به قوام تلگراف نمود که من چون نمیتوانم کفالت والیگری خراسان را به عهده بگیرم لذا بهتر است این کار را به کلونل محمد خان و یا آقای کارگزار کل واگذار نمایید ولی قوام السلطنه صریحا با تقاضای نجد و سلطن مخالفت نمود و دوباره او را به کفالت برگزید و در این هنگام ناگاهان حادثه خونینی در خراسان روی داد و آن حادثه نابهنگام چنین بود میخواستند زهیر الاسلام را دار بزنند وقتی امتشا به کلونل قول داده کلونل نیز همه زندانیان را که جمعگی از یاران قوام بودند آزاد ساخت اما این آزادی چنان که انتظار میرفت باعث گستاخی و یاقیگری آنان شد زیرا آنان که به هنگام توقیف قوام السلطنه و به هنگام حکومت سید زیاد دین تبا تبایی و به علت قدرت و تسلط کلونل پسیان در امر نظم شهر جرأت نداشتند کوچکترین خطایی مرتکب شوند اینک به محض باخبر شدن از رئیس الوزرایی قوام السلطنه دیگر خدا را بنده نبودند و میخواستن هر چه و هر چیز که در مسیرشان قرار میگرفت بسوزند و بر دهند و غارت کنند چنانکه وقتی از زندان آزاد شدند یک سر به دار و تولیه رفتند تا زهیر الاسلام نایب و طولی را بکشند. این خبر وقتی به من رسید من باور نکردم. اما چیزی نگذشت که تلفن زنگ زد و من گوشی را برداشته شنیدم که از آن سوی سیم بیچار زهیرالاسلام با صدای مرتعش میگوید آقای فروخ فورا به فریادم برسید زیرا نزدیک به ده هزار نفر از اوباش و مفتخاران به تحریک متنفذین محل قصد به قتل رساندن مرا دارند من بلافاصله به اتفاق شش نفر جاندارم که به اصطلاح اسکورت من بودند به محل مورد بحث شتافتم و دیدم واقعا نزدیک به ده یازده هزار نفر از آنان که دستشان از موقوفه آستانه قدس رزری کوتاه مانده بود جلو دفتر زهیر الاسلام جمع شده و فریاد میزنند که ما بایستی نایب و تولیه را همین لحظه به دار بزنیم من وقتی این جمعیت را دیدم بی اختیار زیر لب زمزمه کردم که جناب اشرف هنوز هیچ نشده دارد تحریکات را شروع می کند. زیرا محال بود که هیچ قدرتی به جز او بتواند در مدت کوتاهی یک چنان مرد باد و زنده باد گویانی را زیر پرچم آماده نماید. چاره ای نبود فورا شش نفر جاندارم را جلو در اتاق زهیر الاسلام معمول کردم تا مبادا بر سر او بریزند و او را قطع قطع نمایند. سپس به میان جمعیت رفتم و گفتم بهتر از شما یک یا چند نماینده انتخاب بکنید و آنها بیایند به اتاق نایب و تولیه تا ببینیم چه میگویید اما آنها زیر بار نرفتند و بلافاصله هجوم نمودند که به اتاق زهیر الاسلام حمله نمایند که من فورا تلفن را برداشتم و با کلونل به زبان فرانسه صحبت کردم و به او گفتم فورا ترتیبی بدهید تا این نایب و تولیه را از اینجا بیرون ببریم وگرنه او را خواهند کشت و به دنبال این کشتن او ممکن است خیلی خیال های دیگر هم داشته باشند. اتفاق نظرم راست بود زیرا بعدها دانستم که نجد و سلطنه نیز به اداره نظمیه دستور داده است که نگذارند زهیر از آستان بیرون بیاید. یعنی در واقع او نیز میخواست کمک نماید تا هرچه زودتر بیچار زهیر الاسلام را در محل کارش بکشم اما چیزی نگذشت که ناگان صد نفر جاندارم سر رسید و مردم را فورا متفرق نمودند و سپس نایب و تولیه را که رنگ به چهره نداشت از اتاق بیرون آوردیم و سوار کالسکه نمودیم که حرکت بکنیم ناگان یک نفر پاسبان که در گوشه ایستاده بود ایستاد ما توجه نکردیم و کالسکه راه افتاد اما در این لحظه تیری به طرف کالسک خالی شد و جاندارم نیز ناچار به طرف آن پاسبان حمله بردم و او را خل و سلاح نمودن. سپس وی را به باغ خونی که محل سکونت کلونل بود بردند. با این کیفیت ما هم با مهاجمین طرف بودیم و هم با نظمیه شهر. به هر حال هر طوری بود بیچار زهیر الاسلام را از مرگ نجات دادیم با او را سوار کالسکه نموده عدهای ژاندارم نیز همراهش کردیم و روانه تهرانش نمودیم و این آغاز جدال ما بود با آقای قوام السلطنه و یاران او جدالی که میرفت با خون آغشته گردد و از میان قطرههای خون تاریخ بسازد تاریخی به نام قیام کلونل پسیان و یا فاجعه خراسان دور از خراسان از مرکز به من که نماینده دوره چهارم مجلس شورای ملی بودم پیغام رسید که چون مجلس افتتاح شده است فرم به تهران حرکت نمایم من قبل از حرکت به طرف تهران تصمیم گرفتم سری به سیستان زده از حوزه انتخابیه خودم دیدن بکنم و به این جهت آزم سیستان شدم و از نزدیک با موکلین خود تماس گرفتم و برای اصلاح امور سیستان با رؤسا و محترمین سیستان مشورت نمودم. نکته را که لازم است سریعا عرض بکنم این است که من اگرچه در میان مردم سیستان طرفداران بیشماری داشتم و هنوز هم مردان کهنسال سیستان خدمات مرا از یاد نبرده ولی نمیتوانم از این اعتراف بگذرم که همیشه و در هر موردی از پشتیبانی امیر شوکت الملک علم برخوردار بوده و مورد حمایت او بودم. باری بوسری به هر حال پس از شام روز دوباره به مشهد بازگشتم تا وسایل حرکت به تهران را آماده نمایم. اما وقتی به مشهد رسیدم ناگهان کلونل پسیان را برافروخته و خشمگین یافتم. از او دلیل ناراحتیش را پرسیدم. او با نگرانی گفت: آقای قوام سلطنه به دارایی دستور دادم یک دینار به ژاندارمری خراسان پول نپردازد من نمیدانم تکلیف من با این سه سوار و پانصد نفر ژاندارم گرسنه چیست از طرفی آقای قوام مسیو دوبوا پیشکار مالی خراسان را هم بر کنار نموده است تا او نتواند به ما کمک نماید و من خیلی ناراحتم وقتی قیافه افرادم را نگاه میکنم از خجالت آب میشوم راستی چه باید کرد او سکوت کرد و من در میان سکوت او هزاران غم آمیخته به اسیان و خشم را خواندم آن روز را تسلی دادم و سپس راه افتادم و با هزار جان کندن مبلغی از حاجی سبزواری قرض کردم و آن مبلغ را بین جاندارم ها تقسیم نمودیم تا بتوانیم به تدریج چاره برای بیمهری آقای قوام و سلطنه بیندیشیم. بله همین کارها را سر و سامان داده بودم تا قبل از افتتاح مجلس خودم را به تهران برسانم و شاید بتوانم بجز آقای قوام و سلطنه به سایر رجال و درباریان بفهمانم که اوضاع خراسان تا چه حد رقت بار و بحرانی است که ناگهان نامه محرمانه از تهران برایم رسید که خشکم زد در آن نامه از دوستان بسیار نزدیک من که دستش در سیاست بند بود برایم نوشته بود که آقای رئیس الوزرا خواب بدی برای خراسان و کلونل پسیان دیده است و تو هم صلاح نیست که به تهران بیایی زیرا آقای قوام ادعی از اشایر را تحریک نموده است که تو را در بین راه بکشند من وقتی آن نامه را خواندم مدتی به فکر فرو رفتم و با خودم اندیشیدم که چرا آقای قوام و سلطنه میخواهند مرا بکشند چرا آقای قوام و سلطنه میخواستند مردی شریف و دانشمند همچون کلونل پسیان را معدوم نمایند چرا و اگر مرد میدان بود چرا آن مرکزیان قوی پنجره را که محبوسش ساخته بودند آزار نمیرساند چرا جرأت نداشت آنان را از میدان بدر کند؟ چرا همه یک کوشش و تلاش بی پایانش را صرف از بین بردن جوان بی نظیری که فقط دستور مرکز را انجام داده ساخته بود؟ راستی چرا؟ من میخواهم به طور کلی درباره قوام و سلطنه سکوت کنم یا کمتر چیز بنویسم زیرا نمیخواهم پشت سر مردی که دیگر در میان ما نیست بزنم و اگر چیزی هم گفتم همیشه جانب احتیاط را رعایت نمودم اما امروز دلم میخواهد که برای بعضی از مردم مرد پرست ما که مرده شمر یا غیر شمر برایشان فرقی نمی کند آنچه را که باید بنویسم اگر قرار باشد کسی به خاطر تاریخ و روشن شدن زوایای مجهول آن درباره یکی از قهرمانان معروف معاصر حرفی بزند آن کس یا من هستم یا معدودی دیگر که با او سر و کار داشتند من دوست او بودم دشمن او بودم همکار او بودم وزیر او بودم وکیل مجلس او بودم و سالهای سال با او سر و کار داشتم اگر در مورد او خلاف میگویم میتوانند این خلاف را ثابت کنند این که نمی شود در حاشیه ایستاد و یکی را چرچیل و دیگری را فیدل کاسترو و آن دیگری را هیتلر نامید. تاریخ یک مملکت چقدر بایستی توهی باشد که آدمی بیاید برای تاریخ خیش و یا به جهت انباشتن ذهن خود برای خودش قهرمان بسازد. چه کسی هست در این مملکت که نداند وقتی به خاطر سیه تیر اموال قوام السلطنه را توقیف نموده بودند فقط من بودم که در مجلس سنا در این باره مخالفت نمودم و گفتم که اموال کسی را بدون محاکمه مصادره نمی نمایم. آقای مشایخی زنده هستم و خانم آقای قوام و هم زنده هستم و می توانند شهادت بدهم که وقتی به او خبر دادند مجلس تصمیم گرفته است اموال او را مصادره نماید او گفت با بودن فرخ در سنا دیگر کار تمام است اما وقتی که شنید فقط فرخ در مقابل مجلسیان مقاومت کرده و از اصول پیروی نموده است به شدت منقلب شد و در دم مرگ چند بار توسط خانم خود و لسان الملک از من تقاضا نمود که قبل از مرگ یک بار دیگر او را ببینم باز هم تکرار میکنم که آن روز من و او وقتی چشممان به یکدیگر افتاد هر دو راحت شدیم و اشک در چشمهایمان حلقه زد او داشت میمرد آن مرد طوفانی و بی آرام داشت میمرد و من اعتراف کنم که من نیز منقلب و افسرده بودم بگذریم از آنکه آن روز چه بر من و او گذشت و چه ها گفته شد زیرا بعدها به آنها اشاره خواهم کرد اما من مجبورم حقایق تاریخی را بنویسم تاریخی را که من در لحظات آن میزیستم و زندگی میکردم پس اگر صاحب وجدانی سالم باشم دیگر دشمنی و دوستی فلان رجل برای من مطرح نیست ممکن است صلاح ایجاب کند که در مورد یک فرد سکوت نمایم اما هرگز در مورد کسی سخن نادرست نگفته و نمیگویم و شاید به همین جهت است که اکنون تصمیم گرفتم صریحا شما خوانندگان را به داوری بکشانم به داوری درباره قوام السلطنه پس اکنون ترازویی بگیریم و مشغول کار بشویم قوام السلطنه چندین صفت و هنر خوب و چندین عادت و اخلاق ناپسند داشت او خط خوشی داشت و منشی چیر دست و لایقی بود سیاستمدار شجاع و با تدبیری بود زود تصمیم می گرفت و بدون تزلزل تصمیم خیش را به مرحله عمل میگذاشت. از لحاظ سیاست داخلی همیشه مبتکر و زیرک بود. او در امر سیاست خاصی که باید آن را سیاست ملوک و توایفی نامید استاد بود. خوب می دانست که چگونه بایستی فلان خان را به جان خان دیگر انداخت و سپس سر هر دو را برید و حکومت نمود. اینا خوبیش. اما رسیدیم به بدیهایش. او مردی مقرور و پرمدعا بود مال دوست بود دستش کج بود کینه توز بود و خیلی هم کینه توز بود همانقدر که در نقش سیاست ملک و توایفی بی نظیر بود در کار سیاست خارجی بی اطلاع بود با هر سه دولت قوی خارجی چنان مقازله می کرد که گویی با فلان قوچانی این بود که زود زمین می خود. و سپس دولت های بعدی می بایست همیشه کفاری گناهان او را می پرداختند. برادرش مرحوم وسوق و دوله بارها گفته بود که وقتی پدر ما مرد از او فقط یک جلد قرآن به ما رسید که من سهم خودم را به قوام و سلطنه بخشیدم. خب آدمی که ثروت پدری نداشت چطور در عرض سه سال والیگری در خراسان توانست آن همه ثروت و مال جمع بکند آیا کسی هست که نسبت به دست کجی چنین آدمی کوچکترین شکی داشته باشد؟ من میگویم او کین توزی را به حد یک بیماری خطرناک و وحشت رسانیده بود. آیا کسی از ادعا بکند که او حق داشت پس از کشتن جوان ناکامی مثل کلونل پسیان قبر او را نبش کرده استخانهای او را جابجا نماید؟ من میگویم او در مقابل اشخاص خوش سابقه و باسواد احساس حقارت میکرد و این حقارت باعث میشد که او دست به تسکین آن بزند آن هم به وحشت انگیز ترین نوع و طرز ممکن آیا کسی از ادعا بکند که او به درستی جهان خان را بر علیه حاجی علی رضا گردوسی شورانیده و باعث گردیده بود که آن مرد را کشته و همه زندگی او را به قارت ببرند راستی آیا کسی هست که بگوید نه اینطور نیست و قوام و حق داشته است؟ راستی کسی هست؟ اگر هست صدایش را بلند کند جواب بدهد بدون که انصاف را فراموش کند و یا خدای نکرده بدون که در زمان صدارت جناب اشرف جواز چوب و برنج و قماش و غیره گرفته باشد من قول دادم که آنچه را در آخرین دیدار بین من و او گذشت بنویسم او در دم آخر حیاتش از خودش دفاع هم کرده بود ولی اینها را میگذاریم برای بعد و به موقع از آن یاد خواهیم کرد. نوشته بودم که قوام برای کلونل پسیان خواب بدی دیده بود و تصمیم داشت مرا نیز در بین راه مشهد و تهران از بین ببرد. پس با این حساب ما ناچار بودیم که تکلیف خودمان را با او که رئیس دولت بود روشن کنیم و شروع به کار کردیم. اولین اقدام کلونل پسیانین بود که بدون توجه به دستور قوام السلطنه بار دیگر مسیو دوبوا را به سمت پیشکاری مالیه خراسان منصوب نمود بدون آنکه نزد و سلطنه بتواند کوچکترین اقدامی برخلاف مسلحت کلونل بکند و از این تاریخ صفحایی من مشخص شد و ما ناچار شدیم سرنوشت خیش را در آن روزگار پلید و انسانکش تعیین نماییم سرنوشتی که مجهول و تاریک بود اما دست کم مردی پیشا پیش ما حرکت می کرد که به درست و انسان و فداکار بود و این خود ما را به آیند امیدوار می ساخت قول ایلیاتی اوزا چنین می نمود که آقای قوام و سلطن مسمم هستند دست از همه امور مملکتی کشیده تمام نیروی خیش را صرف در هم پاشیدن کلونل پسیان و سازمان ژاندارمری او نمایند و کاملا روشن بود که او همه مسائل مهم کشور را کنار گذاشته در به در به دنبال تسکین کینه عمیق و کهنه خیش است اما وقتی دید که با قطع حقوق جاندارم ها نتوانست از کلونل را مفتزه کرده از میدان به در کند چاره دیگری اندیشید. ناگهان خبر یافتیم که رئیس الوزرا سمسام را به سمت والی خراسان منصوب نموده و به او تکلیف کرده که با سواران خیش به طرف خراسان حرکت کرده و امور ایالت را به دست بگیرد. بله، آقای قوام مایل بودند که حتما سواران مسلح سمسام و سلطنه نیز پیشاپیش خان خیش به خراسان حجوم بیاورند. چرا؟ راستی چرا؟ لابد خودتان هم میتوانید حدس بزنید اما کلونل به محض شنیدن این ماجرا فوراً به والی جدید پیغام فرستاد که قربان تبریک میگویم بسیار انتصاب به جایی است اما لزومی ندارد که شما سواران خیش را به شهر آورده باعث وحشت مردم بشوید علل خصوص که ما در اینجا به حد کافی قوا داریم و میتوانیم اینها را در اختیار شما بگذاریم تشریف بیاورید و هرچه زودتر ما را مفتخر نمایید. این پیام خان بختیاری را منقلب نمود چون او میدانست که قوام سلطن با دست او میخواهد قمار بزرگی را شروع کند و همچنین چون از جوانمردی و پاکی کلونل پسیان داستان را شنیده بود ناچار برای کلونل پیغام فرستاد که عزیزم من بینهایت به شما علاقمندم و شما را می صدایم. محال است از ناحیه من گزندی به شما برسد به شما قول می دهم قول ایلیاتی شش کلونل به سوی خراسان آن روز به کلونل پسیان اطلاع دادم که این بار آقای قوام و خواب بدی برای شما و من دیده است زیرا خبر یافتم که کلونل گلروب رئیس جاندرمری ایران به اتفاق پنج کلونل ایرانی و سی نفر جاندارم تهرانی به سوی خراسان حرکت کردند. کلونل پرسید منظور اینها از آمدن به خراسان چیست؟ گفتم آقایان نقشه خطرناکی در پیش دارند. اینها میخواهند به محض ورود به خراسان شما را در اتاق خودتان توقیف کرده سپس با عده کلونل ها قوای خراسان را در دست گرفته بعد شما را تحت الحفظ به تهران بفرستم. کلونل به شدت ناراحت شد و به فکر فرو رفت و چیزی نگذشت که اسماعیل خان بهادور معمور شد با نفرات خودش به طرف شریف آباد حرکت نموده مراقب اوزا و احوال باشد و آن روز به محض ورود فرمانده کل قوای جاندارمری ایران به شریف آباد ناگهان اسماعیل خان بهادر او و دیگر کلونل ها را محاصره نمود و سپس همه را توقیف کرد و بعد در انتظار دستور کلونل پسیان ماند اندکی بعد کلونل پسیان شخصا به شریف آباد آمد و سپس هفت کلونل هفت کلونل خشمگین و نگران در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. کلونل پسیان به محض دیدن کلونل گلوروک گفت می توانم از جناب فرمانده کل قوای ژاندارمری ایران بپرسم در خراسان چه اتفاقی افتاده است که شما با پنج کلونل ایرانی و سی ژاندارم تهرانی به سوی خراسان حرکت کرده اید کلونل کلوروب سکوت کرد آنگاه کلونل پسیان گفت آقای فرمانده شما برخلاف اسلاف خودتان موجودی بینهایت ترسو خائن مزدور و پیش پا افتاده هستید من به شاگردی جنرال یال مارسون که پدر ژاندرمری نوین ایران است افتخار می کنم و همه وقت او را می ستایم اما می دانم که او و امثال او از اینکه شما هم وطن او هستید ننگ دارند از شما می پرسم آقای فرمانده کل قوای ژاندرمری مگر شما به من دستور نداده بودید که آقای قوام و سلطن را توقیف کرده او را به تهران بفرستم اکنون چرا به فرمان همان زندانی گناهکار به خراسان آمده و میخواهید حاصل همه زحمات مرا بر باد بدهید چرا سکوت عمیق و آمیخته به احترامی کلونل های ایرانی را فرا گرفت و کلونل گلروپ سرش را پایین انداخت کلونل پسیان دوباره ادامه داد من با هزاران خون دل آنچنان سازمان ژاندارمری در خراسان به وجود آوردم که شما نظیر آن را در هیچ کجای کشور نخواهید دید حالا چه شده است که آمدید این سازمان سالم و درست را از هم بپاشید آیا شما اید که آمده اید حاصل زحمات مرا نابود کرده به جای تشویق مرا زندانی کنید یا اینکه یک مرد مفلوک و عجیر شده و بی ایمان هستید حرف بزنید آقای کلونل بگویید گناه من چیست بگویید من جز خدمت به مردم خراسان چه گناهی مرتکب شده ام؟ آیا یادتان رفته است که شما با این تشکیلات عریض و طویل جاندرمری و این آقای نخست وزیر در زمان والیگری خیش هرگز نتوانسته بودید چند راهزن و یاقی معروف خراسان را نابود کنید؟ و همیشه جاندارم اعزامی شما مواجه با شکست می شدند و لخت او از دست این راهزنان فرار می آیا یادتان رفته است که تا کنون سر چند صد ژاندارم بیگراه ایرانی را به خاطر جنگ با این اشرار بر باد داده اید؟ آیا اکنون شهامت دارید که بروید از مردم خراسان بپرسید که راهزنان و جنایتکارانی مثل خداوردی، اللهوردی، دین محمد، مرسل و دیگران کجا رفته و سرنوشت آنان چگونه شده است؟ نه، مسلما نه، شما شهامت این کار را ندارید زیرا میدانید که مردم خراسان با غرور به شما خواهند گفت که کلونل پسیان با چند حمله شدید همه آنان را دستگیر نمود و پس از محاکمه صحرایی تیربارانشان کرد بله حالا شما آمده ای تا مزد خدمات مرا بدهید خب تقصیری هم ندارید وقتی رجال ما دلشان به حال مملکت و ملت خیش نسوزد شما که یک افسر خارجی هستید جای خود دارید به هر حال بروید و از نظرم دور شوید که من از نامردی و خیانت متنفرم متعاقب این احوال کلونل ها یکی پس از دیگری از مقابل کلونل پسیان دور شدند فقط کلونل زرقامی از کلونل پسیان اجازه خواست که حالا که به خراسان آمده هم اجازه بفرمایید به زیارت آستانه رفته سپس به تهران مراجعت نمایم نیرنگی دیگر به محض آنکه کلونل گلوروپ و سایر کلونل ها به تهران رسیدم آقای قوام و نیرنگ دیگری به کار برد که من فورا توسط نامه محرمانی یکی از دوستان مطلع شدم این دوست نوشته بود که آقای قوام السلطنه تصمیم گرفته است به زودی پیشنهاد جالبی به شما بدهد او میخواهد حقوق دو سال آقای کلونل پسیان و شما و اسماعیل بهادر را بدهد و شماها ایران را ترک بکنید و چون میترسد که شما قول او را باور نکنید لذا تصمیم گرفته است که جنرال کنسول انگلیس در مشهد را واسطه این کار نماید من این ماجرا را برای کلونل پسیان تعریف کردم و او گفت بله و گویا قوام سلطنه تصمیم گرفته است که این بار با دست پر پشت میز بنشیند مگر نمی بینید که انگلیسی ها دارن تحریکاتی در داخل شهر می کنند. گفتم چرا من هم شنیدم. او گفت با این حساب می خواهد آنقدر فشار بیاورند تا پیشنهاد آنها را بل اجبار بپذیریم. در این موقع اعلی حضرت شاه فقید که در آن زمان وزیر جنگ ایران بود به کلونل پسیان پیغام داد که هزار قبض تفنگ برای تهران روانه نماید. کلونل نیز بدون چونه چرا پذیرفت و هزار قبض تفنگ برای وزیر جنگ ارسال نمود. خوب یادم می آید که یکی از دوستان به کلونل پسیان ملامت نمود که چرا اسلحه به دست وزیر جنگ دادی؟ آیا فکر نمی کنی که ممکن است روزی با همان اسلحه به سراغ تو بیایند و تو را متلاشی کنند؟ کلونل گفت نه این درست نیست زیرا من که یاقی دربار یا وزیر جنگ نیستم من فقط به قوام و سلطنه اعتماد ندارم زیرا او مردی توزه است و همه تلاش او این است که مرا نابود نماید بانگهی به جوان مردی وزیر جنگ ایمان دارم زیرا قبلا در جبهه با او برخورد کردم و او را به خوبی شناختم زیرنویس سردار و کلونل پسیان کلونل پسیان نقل کرده است ما با روزهای تزاری که دشمن مشروطیت و مشروط خواهان ایران بودند در حال جنگ بودیم و مدتی گذشت تا بالاخره توانستیم آنها را در همدان شکست داده و تار و کنیم. روزی در اتاق نشسته بودم و داشتم نهار میخوردم که ناگهان گماشته هم آمد و خبر داد رئیس اتریاد قزاق آمده است. لحظه بعد مرد بلند قامت و چهارشانهی وارد اتاق شد و بی اختیار به ناهار من که عبارت از نان و پنیر و سبزی بود خیره گشت و به فکر فرو رفت بعد گفت من مدت هاست که از مرکز دورم میل دارم چند روزی به تهران بروم من گفتم میل دارم به من قول بدهید بعد از این با ما همکاری نمایید او گفت من سربازم چه بهتر که با سربازان دلیل کشور در یک صف بجنگم بقیه زیرنویس از قول نویسنده روزها گذشت و روزگار هم محمد تقیخان پسیان به اروپا رفت و سالها در آنجا تحصیل کرد و سپس به ایران بازگشت و کلونل پسیان شد و بعد این جوان غیرتمند و عزیز به دست عمال قبا مسلطن سلطن مردانه کشته شد روزی که او را کشتم سردار سپه در تاکستان قزوین بود آن روز قبل از همه سرلشکر خدایارخان از این خبر مطلع گردید صفه حاضرین را شکافت و سپس خیشتن را به سردار سپه رسانید و با شادی گفت قربان تبریک عرض می کنم سردار سپه لحظه ای او را نگاه کرد و گفت چرا؟ مگر چه شده؟ او گفت قربان خبر یافتم که کلونل پسیام کشته شده و سر او را بریدند سردار سپه ناگهان یک کی خورد و رنگش قرمز شد و به سختی برا شفت به طوری که همه حاضرین از ترس دست و پایشان رو گم کردن و سرلشکر خدایارخان بیش از همه مضطرب به نظر می رسید ناگهان سردار سپه را با آن قامت بلندش در مقابل خیش یافت که فریاد می کشید ببینم مرد سرباز آدم آیا مرگ یک افسر وطن پرست و دلیر تبریک دارد؟ و این نیز گذشت تا آنکه مرکزیان تصمیم گرفتند که افسران وفادار کلونل پسیان را پس از مرگ آن شهید بزرگوار محاکمه کنند. ماجور اسماعیل خان بهادور افسر وفادار و درستکار کلونل پسیان پای میز محاکمه بود و همه چیز گواهی میداد که به زودی او را تیرباران خواهند کرد. اما درست در همان لحظات مکاتبات و مدارک کلونل پسیان به دست سردار سپه افتاد و او پس از مطالعه آنها به شدت متأثر شد و اشک در چشمانش حلقه زد و متاقب این احوال بود که تلاش کرد ماجور اسماعیل خان بهادر را از مرگ نجات داده و از این مهمتر این افسر فداکار را مجددا به ارتش دعوت نمود. دنباله مت و این خود میرساند که ما تا چه حد نسبت به مرکز خادم بودیم و آقای قوام السلطنه و, و یاران او تا چه اندازه نسبت به ما ظالم و بیگذشت یک روزناگان گزارش عجیبی به دست من رسید این گزارش محرمانه نشان میداد که دشمنان در حال تدارک قوا و ایجاد نقشه های شومی علیه ما هستند آن روز کلونل پسیان برای سرکشی به قوای ژاندارمری به جنوب خراسان رفته بود ای از طرفداران انگلیس در مشهد مبلغی پول به یکی از افسران ژاندارمری داده بودند که او دست به توتعه ای علیه ما بزند این افسر عبدالله بربری نام داشت او به اتفاق عده از افسران و پاسبانان نظمیه و همچنین با عده دیگر از زانده شدگان آزسانه رزوی تصمیم گرفته بودم که مرا ترور کرده سپس دروازه های شهر را مسدود نموده و از ورود کلونل پسیان به شهر جلوگیری نمایند. نخستین خیانت آن روز وقتی به من گزارش دادند که عبدالله بربری یکی از افسران ژاندارمری پول هنگفتی از ژنرال کنسولگری انگلستان در مشهد گرفته تا دست به توتعه ای بزرگ بزند بی اختیار سر جایم خشک شدم زیرا هرگز تصور نمی کردم که ممکن است افراد کلونل نیز روزی به او خیانت نموده از پشت به او خنجر بزنند اما چاره ای نبود می بایست این خبر تأثر انگیز را باور نمود و ناچار در قیاب کلونل فورا تصمیم گرفتم بلافاصله با عده ژاندارم به اداره شهربانی رفته و همه افسران و افرادی را که نامشان در آن گزارش محرمان ذکر شده بود بازداشت کردم و چیزی نگذشت که آنها اعتراف نمودند که عده از اعضای سابق آستانه قدس رضوی نیز با آنان در این توطعه دست داشتهاند به هر حال هر طور بود این توطعه را در نطفه خفه کردم تا کلونل پسیان از راه رسید بعد از این ماجرا ما ناچار شدیم که هر دو در یک محل و در یک ساختمان کار بکنیم و تقسیم کارمان نیز بدین گونه بود مرحوم کلونل پسیان به امور نظامی ایالت رسیدگی می کرد و من نیز به امور کشوری با این کیفیت دیگر چاره ای نبود جز آنکه در مقابل قوام و سلطن ایستادگی نماییم زیرا او نه با ما سر آشتی داشت و نه میگذاشت که حرف حسابمان به گوش احمد شاه برسد بنابراین راه ها را بر روی ما بسته بود و اگر راهی وجود داشت قیام بود چون در غیر این صورت هیچ گونه مفردی برای رهایی از چنگال قوام السلطنه موجود نبود و بدین گونه ما نقشه دیگری آغاز کردیم و نقشه که اکنون پس از سالها توسط من فاش می شود چنین است نقشه ما آن روز که همه درها با دست قوام و سلطنه بر روی ما بسته شد و کسی در مرکز حاضر نشد که به خاطر دوستی با ما با قوام و سلطنه دشمنی آغاز کند من و کلونل نشستیم و پس از ها فکر کردم به این نتیجه رسیدیم که اقلا دست روی دست نگذاریم و خودمان را تعمه رئیس الوزرا نکنیم زیرا اگر او را نمی کوبیدیم او که در صدد کوبیدن ما بود ما را در هم می شکست. از طرفی به واسطه سهلنگاری مرکزیان از کمک آنا نیز قطع و امید کرده بودیم. با خودمان می که سید زیادین کاری کرد و آن کار ناتمام گذاشته شد و آنچه را هم که رشته بود پنبه کردند. پس دیگر سگه زیاد نبود که ما را یاری دهد و اما راجع به سردار سپه ما از نقشه سردار سپه هیچ اطلاعی نداشتیم خیال میکردیم اونیز وقتی به وزارت رسیده و با سایر رجال دوست شده روحیه انقلابی خیش را از دست داده زیرا از او دور بودیم و نمیدانستیم او چه کار خواهد کرد و با این رجال فاسد چگونه رفتار خواهد نمود و این سردرگمی ما را مدتی بلا تکلیف نگه داشته بود تا آنکه بالاخره تصمیم گرفتیم دست به کودتای دوم بزنیم کودتایی که با آن بتوانیم دست کم قوام و سلطنه را ساقط نموده و او را از ریاست دولت بر کنار نماییم در این موقع به دنبال یک نخست وزیر لایق می گشتیم. نخست وزیری که اگر لایق هم نمی بود لاقل از موقعیت مناسب و حسن شهرت فراوانی نصیب داشته باشد و در این حال روزگار بودیم که تقدیر مردی را به ما نزدیک نمود و مرحوم زهیر الاسلام واسطه این نزدیکی شد این مرد که از رجال خوشنامان روزگار بود کسی جز مرحوم مشارالملک نبود مشاور الملک وزیر دربار احمد شاه بود و با قوام السلطنه نیز چندان نظر خوشی نداشت و زهیر الاسلام نیز واسطه این نقشه ها بود منتها سعی می که این نقشه ها حد مقدور مخفی مانده و کسی از آن اطلاع حاصل ننماید و نقشه اصلی چنین بود کلونل پسیان تصمیم گرفت تهران را فتح کند قرار گذاشته بودیم که کلونل پسیان ادهی از جاندار ما را تحت فرماندهی من در خراسان بگذارد تا من وضع ایالت را حفظ نمایم و او با لشکر خیش به تهران رفته قوام سلطنه را توقیف و حکم نخست وزیری مشار ملک را از احمد شاه بگیرد و متعاقب این نقشه ما مقدمات کار را فراهم نمودیم و مرحوم مشار و ملک نیز در انتظار ورود قوای کلونل شد و اعتراف می کنم که فقط یک مسئله برای ما مجهول مانده بود و آن عقیده سردار سپه بود. حتی هنگامی که منقشه خیش را به مرحله عمل نزدیک کرده بودیم یکی از افسران مورد احترام و اعتماد ما آن روز خطاب به کلونل گفت که ای کاش شما برای تهران اسلحه نمیفرستادید زیرا همین هزار قبض اسلحه ممکن است باعث تأخیر در نقشه بشود و ممکن است سردار سپه به خاطر قوام و سلطنه مقابل ما ایستادگی نماید کلونل در جواب گفت نه فکر نمی کنم سردار سپه به خاطر قوام با ما بجنگد این کار به عقل جور در نمی آید من نمیتوانم باور بکنم افسر ارشدی که با روحی که انقلابی روی کار آمده و در آغاز کار با سید زیاددین تبا تبایی کنار آمده و به محض به دست گرفتن قدرت آدم نظیر قوام و خود قوام را توقیف کرده اینک به خاطر قوام و سلطنه با ما ستیز آغاز کند بله شاید حساب افسر رشید و وطن پرست درست بود زیرا ما هرگز نتوانستیم بدانیم که در آن حادثه احتمالی روش سردار سپه با کلونل پسیان چگونه می بود زیرا بار دیگر به ما خیانت شده بود و شاید تقدیر نمیخواست که آن کار سر بگیرد به هر حال در مورد این حادثه عجیب و تکان دهنده نمیتوانم به طور سریح داوری کرده نظر خود را شرح بدهم فقط آنچه که گذشته است میگویم و شما در قضاوت مختارید. بله گفته بودم که مرحوم زهیرالاسلام رابطه بین ما و مرحوم مشار الملک بود و برای برقراری و نزدیکی روابط حسنه در بین ما واقعا جدیت میکرد. اما این مرحوم چنان که میدانیم با معمورین انگلیسی و یا عیادی آنانیز دوستی داشت من نمیگویم که او به ما خیانت کرد نه زیرا عوامل خیانت و همچنین موقعیت او برای شروع یک خیانت بزرگ و حراسنگیز آماده و یا مناسب نبود مخصوصا که او با قوام سر جنگ و عداوت داشت چون قوام او را نیز به شدت آزرده بود من میگویم که مرحوم زهیر الاسلام جهالت کرد او خواست برای نهزت جوان ما پارتی و پشتیبانی بسازد و همین دلیل بدون اینکه از ما کسب تکلیف کرده باشد با انگلیسی ها تماس گرفت و جریان را برای آنها تعریف کرد و سپس از آنها خواست که ما را یاری بدهند چه خوش باوری و چه ساده دلی این جهالت زهیر الاسلام همه چیز را برباد داد ناگاهان سرنوشت قیام عوض شد و شد آنچه که نمی بایست می شد. زیرا برخلاف نظر آن مرحوم انگلیس ها به محض آنکه از قضایا مطلع شدند فورا قوام السلطنه سلطنه را در جریان کار گذاشتند و حتی به او کمک نمودند که علیه ما دست به اقدامات شدید بزند. اما جناب قوام السلطنه سلطنه مثل همیشه با یک تیر چند نشان زد او از این حادثه سودهای فراوان برد زیرا قبل از همه به سردار سپه گفت که مشار ملک قصد شما را و مرا ترور کرده از بین ببرد نمیدانم در آن زمان سردار سپه سخنان این مرد را باور کرده بود یا نه ولی این را میدانم که بعدها از ماجرا خبر یافت و از مشار ملک دلجویی ها نمود باری بگذاریم. قوام قبل از همه مرحوم مشارل ملک را به میدان کشید و با او تصویه حساب نمود. او را تبعید کرد و در راه همدان به زور استعفای وکالت مجلس را از او گرفت. زیرا مشارل ملک در آن روزگار علاوه بر وزارت دربار نماینده مجلس نیز بود و این چنین همه چیز برباد رفت و کار به جدال و سپس به قیامی دلیرانه کشید. آغاز جنگ های خونین پس از افشا شدن آن نقشه مخفی قوام و سلطنه و جنرال کنسول انگلیس در مشهد و دی دیگر از یاران ایشان مشترکن بر علیه ما وارد نبرد شدند شبها هر کاری میکردیم از تلگراف استفاده بکنیم به قول معروف سیم راه نمیداد این حادثه عجیب و مرموزی بود ممکن بود کارهای ما را فلج نماید یک شب در تمام نقاط حساس ژاندارم گذاشتیم تا علت قطع تلگراف را بدانیم اما پس از مختصر کاوش دریافتیم که سیم ها عیب و علتی ندارند و اشکال فنی در بین نیست پس چرا مخابره با تهران صورت نمی گرفت؟ لابد می توانید حدس بزنید بله آقای نجومی رئیس تلگراف خارجه هر روز اول غروب سیم را به قنسولگری انگلیس وصل می کرد که دیگر اداره ایالتی نتواند با جایی تماس داشته باشد. رفتیم به سراغش تا دستگیرش کنیم اما ایشان طبق عادت به جنرال گری پناه برد و در آنجا متحسن شد و درست در گرماگرم گرم این نوع جدال های کوچک بودیم که ناگهان یک روز کلونل پریدوکس جنرال قنسول انگلیس در خراسان از کلونل پسیان وقت ملاقات خواست و تأکید نمود که چون کار مهمی دارد بایستی خیلی فوری این ملاقات انجام بگیرد. من و کلونل که قبلا از موضوع این ملاقات توسط نامه یکی از دوستان که از نوشته شده بود آگاه بودیم قبلا با هم مذاکره کرده و در آن روز تاریخی وقتی کلونل پریدوکس وارد مذاکره با کلونل شد به اصطلاح دست کلونل پر بود و با آن پیشنهاد کذایی قافلگیر نکردید. آن روز کلونل پریدوکس به محض دیدار کلونل پسیان گفت من از طرف دولت شما مأمورم خبر ما هم میرا به شما برسانم. کلونل پسیان گفت خواهش میکنم من گوش کنم کلونل پریدوکس گفت آقای قوام السلطنه به شما و آقای فروخ و آقای اسماعیل خان بهادر پیشنهاد می کند که حقوق دو سال خودتان را نقدم بگیرید و ایران را ترک نمایید و حتی چون احتمال می رفت که شما به قول آقای رئیس دولت اعتماد نکنید از این جهت واسطه این معامله من شدم تا خیال شماها راحت شود. کلونل پسیان گفت بسیار خوب پیشنهاد بدی نیست شاید به این ترتیب از جنگ و خونریزی هم جلوگیری بشود اما با یه سی چهر روز به من مهلت بدهید تا به حساب رسیدگی بشود کلونل پریدوکس گفت نه مهلت لازم نیست با خیلی سریع تصمیم بگیرید و فورا مشهد را ترک نمایید کلونل پسیان جواب داد من مدتی حاکم نظامی این شهر و این استان بودم و اکنون که میروم بایستی دقیقا به حساب کتاب من رسیدگی بشود زیرا در غیر این صورت بایستی بعدها منتظر انواع و اقسام تهمت ها باشم خواهش می قبل از هر گونه توافقی بیایند به حساب ها رسیدگی کنند کلونل پریدوکس با اینکه یک افسر انگلیسی کار بود و همه عمرش را در مستعمرات گذرانده بود دست به اشتباه بزرگی زد آن روز بدون آنکه رعایت حال کلونل پسیان را کرده باشد گفت ببینید آقای کلونل اگر آنچه که میگویم عمل نکنید و اگر فورا این استان را ترک ننمایید من بلافاصله به اشایر دستور میدهم که به شما حمله کنند در این لحظه ناگهان رنگ کلونل پسیان مثل گچ سفید شد و در حالی که از فرد خشم به شدت میل از جا بلند شد و مقابل جنرال کنسول انگلیسی استاد و فریاد کشید ببینم آقای کنسول شما حاکم این ایالت هستید یا نماینده دولت خارجی می باشید کلونل پریدوکس که انتظار این اکسل عمل را نداشت جا خورد و اندکی خودش را عقب کشید کلونل پسیان با مشت به روی میز کوفت و سپس بار دیگر فریاد کشید اگر یک قدم برخلاف قوانین حقوق بین المللی بردارید به خدا سوگند شما را تحت الحفظ از مرز ایران بیرون کرده به هندوستان روانه خواهم کرد میخواستم قیام کلونل را در نطفه خفه کنند آن روز ژنرال کنسول انگلیس ناچار با عجله از اتاق کلونل پسیان بیرون رفت. او خوب میدانست که نباید افسران بی نظر و متعصب و وطن پرست را به طور مستقیم آزار داد زیرا او خود نیز یکی از افسران مجرب مستعمراتی بود. پس صلاح در این دید که مثل همیشه طبق آین و سیاست منحوس استعماری انگلیس از پشت به این افسر بزرگوار و محبوب خنجر بزند. آن روز به محض آنکه کلونل پریدوکس از اتاق کلونل پسیان بیرون رفت، او برافروخته و غمگین خطاب به گماشته خیش گفت: فورا برو و به تمام افسران ارشد بگو که هرچه زودتر به اتاق من بیایند. و چیزی نگذشت که همه افسران ارشد رژیمان نهم ژاندارمری کشور در اتاق کلونل پسیان حاضر شدند. کلونل در حالی که به شدت نگران و خشمگین بود در وسط آنان قرار گرفت و گفت برادران امروز وظیفه خطیری به عهده شما گذاشته شده است. وظیفه ای که از نبرد با هزاران دشمن سهمگینتر است. من امروز میخواهم با شما اتمام حجت بکنم و شما هم بایستی برادرانه به من کمک بکنید. درست توجه بفرمایید. چند لحظه پیش آقای جنرال کنسول انگلیس به نزد من آمد و به من پیشنهاد کرد که حقوق دو سال خودم را یک جا گرفته ایران را ترک بکنم. من به او جواب قطعی ندادم زیرا لازم بود که قبلا با شماها مشورت می کردم. ببینید آقایان اینک دو راه برای من موجود است. یکی دلکندن از شماها و رفتن به اروپا و زندگی راحت و دیگر با شماها بودن و به خاطر حق و عدالت شمشیر زدن شما چه میگویید؟ من کدام راه را انتخاب کنم؟ البته میدانم که بعضی از شماها در دلتان سوال می کنید که آقای کلونل شما خودتان میل دارید کدام راه را انتخاب کنید؟ بله این سوال جالبی است پس بگذارید نخست من رأی خودم را بگویم اگر شماها پشت من باشید من حاضرم چشم از همه مواهب دنیا پوشیده پیشا پیش شما در نقطه ای از خاک ایران بجنگم. میدانید چرا؟ برای آنکه در این راه شاید همه مردم ایران به راحتی زندگی را گذرانده و از ظلم و جور راحت بشوند ولی در غیر این صورت فقط من خواهم بود که در دیار فرنگ به آسودگی زندگی نمایم. نظر شما چیست؟ خجالت نکشید با سراحت تمام با من حرف بزنید امروز بدون تردید و شک با من حرف زدن بهتر از آن است که فردا با ترس و لرز پشت به من کرده رو به دشمن بیاورید سکوتی عمیق همه افسران را فرا گرفت و دینیز اشک ریختند و چند لحظه بعد همه یک جا سوگند خوردند و به قرآن مشت کوبیدند که تا آخرین لحظه دوش به دوش کلونل خواهند جنگید. آن روز افسران جاندرمری خراسان دچار مقدسترین احساس بشری شده بودند. کلونل برای آنان معبود و منظور شده بود. آنان نه فقط نسبت به آن جوان قیور عشق می بلکه به خدا سوگند حتی او را می پرستیدند. اما در میان آن جمع چند تن به دروغ سوگند یاد کرده بودند بله به دروغ سوگند یاد کرده بودند زیرا خواهیم دید که همین چند تن خائن و ترسو بالاخره این مرد بزرگ و پاک را به کشتن دادند بگذاریم که برای سوگواری در حق او هنوز فرصت دادیم بله آن روز افسران از او جدا شدند و هر یک به مأموریت خیش رفتند کلونل که نشعه وفاداری یاران خیش بود بلافاصله دستور داد که چند مأمور در مقابل جنرال کنسولگری انگلیس کشیک داده به دقت مراقب اوضاع باشند و متعاقب این دستور همه جاسوسان و سرسپردگان کنسولگری انگلیس را توقیف نمود جنگ جنگی خونین من و کلونل پسیان دفتر کارمان را در یک ساختمان قرار دادیم و در 24 ساعت 16 ساعت کار می کردیم. کلونل با آن همه کار غذایش نان و پنیر و گردو بود. در حالی که می توانست در فاصله چند ماه بیش از دو برابر آقای قوام و سلطنه مال و منال جمع کند. آن وقت جناب قوام میخواست یک چنین مرد شریفی را از سر راهش بردارد. حق هم داشت زیرا این دو با هم از زمین تا آسمان فرق داشتند چرا به قوام و سلطنه به ها می گفت که کلونل دشمن آنهاست و به انگلیس ها اشاره می کرد که کلونل دوست روس هاست و به احمد شاه هم پیغام می فرستاد که کلونل دشمن تاج و تخت اوست و به سردار سپه می گفت که کلونل قصد ترور او را دارد در این میان کلونل بیگناه میبایست در چندین جبه دست به مبارزه میزد بدون آنکه پشتیبانی داشته باشد به خدا سوگن کاری را که قوام السلطنه با کلونل پسیان کرد شمر با امام حسین نکرد هنوز چند روزی از ملاقات جنرال کنسول انگلیس با کلونل پسیان نگذشته بود که ناگاهان خبر یافتم که سولت و سلطنه پسر محمد رضا شجاع الملک هزاره در فکر تجهیز قوا علیه ما افتاده است و چیزی نگذشت که به ما خبر دادند این مرد با پنج هزار نفر سوار از طریق باخزر و فریمان حمله را شروع کرده اند و این نخستین جدال ما بود کلونل پسیان بدون آنکه روحیش را ببازد افسری شجاع و دلیر را مأمور مقابله با سولت و سلطنه نمود این افسر بیباک و قیور علی رزاخان شمشیر بود علی رزاخان یکی از افسران شریف پاک و تحصیل کرده جاندارمری ایران بود او برادر همین کلونل وزیری خودمان است یادش به غیر که دلاوری های او بیشتر به افسانه شبیه است این افسر پرجرأت دریادل با 300 نفر سوار جاندار چنان به سپاه 5000 نفری سولت و سلطنه حمله برد که آنان را جملگی به خاک افغانستان تاراند خبر پیروزی او چنان باور نکردنی و عجیب بود که مردم خراسان را دچار حیرت کرد مردم کشور ما از کلونل وزیری که بنیانگذار موسیقی نوین ایران و افسری چالاک بود خاطرات فراوان به یاد دارند اما حیف بود که برادر قیور او را چندان نمی شناختند برادری که مثل همه برادران دیگرش پاک بود و شری و شاید در پهلوانی چیزی از دیگران بیش داشت در این هنگام به خاطر اینکه از همه سو مورد حمله قرار نگیریم چند تن از خوانین قرائی مانند محمد کریم خان را به مشهد آوردم و او را داخل ژاندارمری کردم و چیزی نگذشت که شنیدم سالار شجاع و زلفقار خان با عده سوار به طرف تربت حرکت کرده آماده حمله به مشهد هستند این بار نیز افسر شجاع دیگری به نام تقیخان کاووسی با آنها مساف داد و آنها را در هم شکست چنانکه که متواری شده به قائنات رفتند و به امیر شوکت الملک علم پناه بردند با این کیفیت کلونل پسیان در دو جنگ بزرگ پیروز شده و چنان زهر چشمی از دشمنان گرفته بود که فکر میکردیم دیگر کسی جرأت حمله مجدد به ما را نخواهد داشت اما قوام و بیکار نمی نشست. با پول، با مقام، با وعده و با هزار چیز دیگر قوانین محل را تحریک می کرد که علیه کلونل بجنگند. روزی نبود که رئیس الوزر را به قوانین محلی تلگراف نکند او میخواست قیام کلونل را هر چه زودتر در نطفه خفه سازد زیرا گویی احساس کرده بود که اگر قیام خراسان تا مدت دیگر ادامه داشته باشد کابینه او سقوط خواهد نمود و به خاطر همین تلاشه مداوم بود که بار دیگر به کلونل گزارش رسید که سالارخان بلوچ و مختارخان بلوچ با تجهیزات کامل از طریق تربت هیدریه قصد حمله به مشهد را دارند. کلونل بار دیگر تقیخان کاویسی را مأمور نبرد با آنان کرد و این افسر بیواک شبانه با آنان شبیخ زد و چنان آنان را متلاشی نمود که حتی آنها فرصت نکردند مهمات و آزوقه خود را جمع کرده فرار نمایند. و آنچه که در دست داشتند به جا گذاشتند و خودشان به طرف حرات فرار کردند. در جپه های دیگر نیز وضع بدین منوال بود. سپهر با عده جاندارم در گناباد اردو زده بود و اسماعیل خان بهادر با هفت صد نفر جاندارم در میان دشت و در مقابل حسین آقا خان خزائی موضع گرفته بود. سردار معزز مرد بیره و ناجوان مرد دشت قوچان قرآن مهر کرده و برای کلونل فرستاده بود که خیالش از جانب او راحت باشد اما من به کلونل گفتم هرگز به قول و سوگند این مرد اعتماد نکن. پست آن سوی پست شک نیست که اگر عده خیشتن را نمی فروختند و عده پشت به جبهه نمی کردند و به کلونل خیانت نمی نمودند و او را به خاطر چند صد تومان نمی فروختند ورق به نحو عجیبی بر می گشت زیرا قوام به خاطر قیام خراسان در آستانه سقوط بود و معلوم نبود که پس از سقوط قوام اوزا چه میشد. من با مخابره چند تلگراف از امیر شوکت الملک علم خواستم که سعی نماید در حریم او جنگ و خونریزی واقع نشود و متعاقب این احوال کلونل نیز طبق پیشنهاد من به قائنات رفت تا حضورم با امیر ملاقات نماید و کلونل در قائنات بود که خبر نخستین خیانت ننگین را شنید و با عجله به طرف مشهد حرکت نمود ایرج میرزا عارف و کلونل پسیان در مشهد چه خبر بود اصر روز جمعه کلونل پسیان وارد مشهد شد نگران سراسیمه خشمگین و معذب پرسید اوزا چطور است آیا راست است که آقایان شیرین کاشتند او را تسلی دادم و آرام کردم و همان لحظه مشاوره آغاز شد قرار گذاشتیم که دیگر کلونل از مشهد بیرون نرود و مقر فرماندهی خود را ترک نگوید و نیز بنابراین شد که به جای کلونل من و مرحوم مصباح و سلطنه برای ملاقات و مذاکره با امیر شوکت الملک علم به قائنات برویم اما با این هم احساس می کردیم که کلونل به شدت نگران و خشمگین است شاید حق داشت شاید هرگز نمیتوانست تصور بکند که ممکن است روزی یکی از آنهایی که سوگند وفاداری یاد نموده و در مقابل او مشت به قرآن کوبیده بودند به وی خیانت نمایند اما جریان چه بود؟ چگونه به ما خیانت شده بود؟ بهتر از این را بگذاریم و فعلا درباره مسائل دیگری صحبت بکنیم مسائلی که مربوط به وضع اجتماعی مشهد و دوستان از تهران رسیده ما بود در آن روزگار بدون شک تمام روشن فکران و آزادی خواهان ایران به قیام کلونل چشم دوخته بودند و شاید به دو دلیل یکی به خاطر نفرت از قوام و خصلت جاه طلبی و ارتجایی بودن او و از سوی دیگر به خاطر اعتقاد به کلونل پسیان و برای پاکی و درستی و غیرت و معلومات همه جانبه او و شاید بدین سبب بود که مردم روشنفکر از اقصا نقاط ایران به مشهد روی می آوردند تا به هر گونه که ممکن است به نهزت کلونل کمک کنند مثلا مرحوم عارف قزوینی که واقعا عاشق بیقرار کلونل بود او پس از جدالهای نهزت مشروطیت و خستگی و سرخوردگی از آن به کلونل پناه آورده بود و همه ایدئال ها و آرمان های خیش را در وجود آن مرد نجیب ایان میدید. کلونل برای او نادر زمان بود و میتوان گفت که اگر قصه مرگ کلونل در قلب این شاعر شوریده ریشه ندوانیده بود او به آن زودی ها نمی مرد. کلونل چنان عارف را پریشان و در, به در کرده بود که او جز اشک و آه کاری نداشت و پس از قتل کلونل او همیشه پشتوانه قول و قرارهای خیش را سوگندی بزرگ قرار میداد و این سوگند روح مقدس کلونل بود از عارف شوریده که بگذریم میرسیم به شاعر نامدار و توانای معاصر مرحوم ایرج میرزا ایرج معاون اداره پیشکاری مالیه خراسان بود او نیز به شدت به کلونل ارادت میورزید و از سوی دیگر چون نمایشنامه جالبی نیز علیه قوام السلطنه تنظیم کرده بود مورد بیمهری و کینه ی قوام السلطنه قرار گرفته بود وجود این عده و دیگر ادبا و روشنفکران در مشهد باعث شده بود که ما اغلب اوقات نمایش هایی نیز به جهت روشن نمودن ازهان عمومی ترتیب بدهیم و درست در یکی از همین نمایش های عمومی بود که ماجرای اختلاف عارف و ایرج پیش آمد و جریان از این قرار بود آن شب عارف قزوینی که ستاره نمایش ما بود روی سن رفت و ضمن اشعار و آوازی که خواند اشارتی نیز به شعر زیر کرد که جغد بر سر ویرانه های شاه عباس نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد فتلی شا. این بیت چنان ایرج میرزا را که در کنار ما نشسته و از خانواده قاجار بود ناراحت و خشمگین نمود که درست از همان شب پایه و مایه عارف نامه ایرج ریخته شد و بعدها ایرج با آن شعرها چنان انتقامی از عارف گرفت که او را عمری ملول و افسرده ساخت ایرج با همه دوستی که با عارف داشت از آن شب به بعد هر جا که می نشست می گفت بطمئن باشید که نهزت خراسان بی سر انجام خواهد ماند. وقتی از او می پرسیدن چرا می گفت آدمی بد قدمتر و شومتر از عارف مادر گیتی نزاده است. او در هر محفل و دستهی که پا نهاد آن دست و محفل آخرش دود شد و به آسمان رفت. اگر باور نمی کنید بروی تحقیق کنید که از دوستان روزگار مشروطیت او کدام یک زنده مانده و کدام محفل و کلوب هنوز برجاست ما سعی میکردیم ایرج را که مردی بقایت حساس و زود رنج بود بار دیگر نسبت به عارف مهربان کنیم مخصوصا باید یادآور میشدیم که عارف مهمان کلونل است و از انصاف بدور است که مهمان را بیازاریم علال خصوص که مرحوم خاقان و همچین افتخاری برای نوادگان خیش به جایی نگذاشته است که تو به خاطر آن ودیعه همه عمر در سپاس و تشکر بوده سنگ آن مرحوم را به سینه بزنی ایرج می گفت پدر آدم اگر منتصب به هر زبالدانی باشد باز آدمی زورش می آید که دشنام به پدرش را تحمل کند وانگهی اینجا این همه گرفتاری و بلا هست این مرد همه را ول کرده و دم خاقان را چسبیده چرا برای اینکه به من ضرب شست نشان بدهد عارف در زمان مهاجرت با کلونل آشنا شده بود و به خاطر همین آشنایی بود که به محض شنیدن ماجرای نهضت خراسان فورا به مشهد آمده و مهمان کلونل شده بود کلونل و همه ما دوست نداشتیم که بین عارف و ایرج اختلاف باشد زیرا عارف شاعر ملی معروف شده بود و ایرج میزا نیز در شعر و شاعری مرتبتی به سزا داشت درست در لحظاتی که مرحوم ملک و بهار و کسان رئیس و تجار علیه کلونل توتعه می کردند صلاح نبود که دوتن از یاران صمیمی ما به هم چنگ و دندان نشان بدهند بادی بگذریم صحبت از خیانت یاران کلونل بود و شد آنچه که نمی بایست می و اما جریان آن خیانت ننگین چه بود ضربتی از دوست سفارت اوزما معمول کیسه را شل کرده بود اما به حساب و کتاب آدمها را انتخاب می کرد و به دقت روحیه آنان را وارسی مینمود. حد توقع و کفایت آنها را ارزیابی می کرد، آنگاه هر یک را به معیار ارزششان می خرید. خوب هم می خرید. بعضی را ارزانتر و آن دیگری را که به قرآن مشت کوبیده و سوگند یاد کرده بود گرانتر و این معامله خطرناکی بود. تاریخ کشور ما نشان داده است که همیشه و یا اکثر اوقات مردمان دیار ما از این نوع معاملات روی گردان نبوده و آنها نیز که از معامله روی گردانیده اند یا نابود شده اند و یا از میدان دور گشته و دیگران است که انگلیس آن زمان انگلیس این دور زمانه نبود چنانکه که مردمان آن روزگار نیز مردمان زمان ما نیستند انگلیسی ها زور داشتند و پول مردم ما نیز نیاز داشتند و خوف اما در آن زمان مردمان ما تماشاگر نمایش غریبی بودند نمایش های رقع از رجال و درباریان در مقابل سفارت این روس و انگلیس و آنچه که میگویم یک پرده کوچک از آن نمایش های بزرگ است. اجازه بدهید قبل از آنکه که به بازیگری جنرال کنسول انگلیس و معاملات او اشاره بکنیم دلیل ملاقات کلونل پسیان و امیر شوکت الملک علم را که بنا به تقاضای من انجام شده بود مختصرا شرح بدهم قوام السلطنه ضمن تحریکات عدیده ای که به قوانین محلی مینمود تلگرافی نیز برای امیر شوکت الملک ارسال داشته بود که اگر حافظه ام یاری کند خلاصه ای آن چنین است از تهران به بیرجند جناب مستطاب عجل آقای امیر شوکت الملک علم حکمران قائنات و سیستان دام اقباله از رفتار اخیر کلونل محمد تقیخان مطلع شده و میدانید با وجود مساعی دولت در اینکه ایشان از طریق اطاعت خارج نشود حرکات بی و مجنونانه خود را دوام داده بنای خودسری و تمرد گذارده است دروغ از این بزرگتر و تهمت از این بیرحمانه تر نمی شود. اردوی مرکب از پنج هزار نفر قذاق به طرف خراسان رهسپار است باز هم دروغی ننگین. تهران هزار نفر قذاق مسلح نداشت که به شاهرود بفرستد. خزایی که به مشهد وارد شد و چهار هزار نفر ژاندارم مجهز کلونل را دیده بود به یکی از حاضرین گفته بود اینها اگر توف میانداختن ما را آب میبرد حسب الامر به جناب عالی مقرر می شود که محمد تقیخان نایب سرهنگ را متمرد شناخت به اقدامات و اظهارات او اعتبار ندهید. کلونل پسیان که پس از کلونل گلورو دومین دو کلونل معروف ایران بود از طرف آقای وزیر نایب سرهنگ خطاب شده است. هر کدام از افراد او به شما ملتجی شدند به آنان پناه بدهید و در غیر این صورت آنان را قل و قم اصازید. سواد این تلگراف را با سوار مخصوص به فوریت برای حاجی شجاع الملک ارسال دارید. قوام سلطنه رئیس الوزراء. امیر شکت الملک مرد بزرگوار و معارف پروری بود میدانست که قوام زور میگوید و کلونل پسیان مردی شریف و درستکار است با این همه سعی میکرد که بنا به تقاضای من یک طوری با کلونل کنار آمده راه حلی پیدا نماید اما سردار معزز بجنوردی که به کلونل سوگند وفاداری یاد نموده بود به محض وصول آن تلگراف نتوانست مانند امیر قائنات خیشتن داری نموده بعد را از خوب تشخیص بدهد و به همین دلیل درست هنگامی که کلونل مشغول ملاقات با امیر شوکت الملک بود خبر حمله خوانین زعفرانلو و شادلو به سرپرستی سردار معزز بوجنوردی به قوچان به کلونل رسید خب این مهم نبود خانی نغز قول کرده بود اما نگرانی و رنج کلونل از چیز دیگری بود کلونل پسیان به محض ورود به دفتر ایالتی به کلونل نوزری فرمانده قوچن قوچان برخورد و با ناراحتی به او گفت شما با شنیدن این خبرهای عجیب پست خودتان را ترک کرده در مشهد به سر میبری کلونل نوزری بهانه آورد که مدتی است بیپولم و از طرفی پس از چندین ماه همسرم به مشهد مشرف شده آمده هم که او را ببینم کلونل پسیان گفت این بهانه بیاهمیت است و متعاقب این حرف بلا فاصله به پیش خدمت خود میگوید که برو کشوی میز مرا باز کن و 600 تومان حقوق مرا بیار بده به کلونل نوزری و درست در همین لحظه نام این محرمانه به دست کلونل میرسد که را به شدت متأثر و خشمگین می نماید و این نامه گویا پرده از اسرار و دام مهیب برداشته بود راستش اینکه چون من در امور نظامی به درستی وارد نبوده و نیستم صریحا نمیتوانم بگویم چه کسانی به کلونل خیانت کرده و میزان خیانت آنان تا چه حد بوده است زیرا در آن زمان شایعات بسیار بود و میگفتند هر کدام از خیانتکاران از جنرال قنسولگری انگلیس حدود دو هزار لیره پول گرفته بودند برای آگاهی در این مورد بهترین شاهد ما آقای فتولاه فرود سناتور فعلی می باشد که در آن زمان جزو یکی از افسران برجسته و شریف و محرم اسرار کلونل بود. البته امور رمز و محرمانه کلونل زیر نظر ایشان بود. ایشان به خوبی می توانند موارد خیانت و چگونگی آن را شهر بدهند. از تو ای دوست نوشته بودیم که پس از مراجعت کلونل از ملاقات با امیر شوکت الملک قرار بر این شده بود که به جای او من و مصباح و سلطنه به ملاقات امیر شوکت الملک برویم و ما دو نفر قرار بود صبح به طرف قائنات حرکت کنیم و کلونل در مشهد بماند و پست فرماندهی کل قوای خراسان را ترک نگوید ما هر کدام به امید صبح به خانه های خود رفته و خوابیدیم. اما کلونل تمام شب را بیدار ماند. ما نیز تا آن لحظه نمیدانستیم که بر او چه میگذرد. بله، او همه شب بیدار ماند و قبل از همه دو نامه برای دو تن از عزیزان خود نوشت. یکی برای افسر شجاع و دلاوری چون ماجور علی رزاخان شمشیر و آن دیگر را برای مادر مهربان و ارجمند خود نامه ای را که کلونل محمد تقیخان پسیان برای مادر خود نگاشته است نامه نیست خون است اشک است دردی سوزنده و ویرام کننده است یکی از پرشورترین و گرامیترین حماسه های بشری است و ما هیچ کدام عین آن نامه را ندیدیم اما مفاد آن را چنان که صبح از تنها همدم او شنیده بودیم چنین است نامی اول مادرم مادر جان عزت الحاجیه عزیزم من صبح ناچار شخصم به جبهه می دوهم. آخرین فرزند تو با طلوع آفتاب با سرنوشت خیش در جدال و مقاتله خواهد افتاد اشک نریز آه نکش مگر یادت نیست وقتی برادران دیگرم شهید شدم من تو را واداشته بودم که لباس سپید پوشیده با دسته گل از مدعوین پذیرایی بکنی حتما حتما یادت هست عزیزم من وقتی در آلمان بودم آنجا اگر جوانی با گلوله های دشمن به خاک می افتاد, همه دوستان و آشنایان آن فامیل به مادر او تلگراف تبریک مخابره می کردم. من به همه دوستانم این موضوع را سفارش کردم من برای کازمزاده ایران شهر نوشتم که پس از شنیدن خبر کشته شدن من در راه وطن هر کدام یک کاغذ تبریک به مادرم در تبریز و یک تبریک تبریکنامه دیگر برای امویم ژنرال همزخان به تهران بفرستم. خوب فهمیدید؟ تبریک نه تعذیت. دور کاغذ نباید سیاه باشد. سعی کنید گلی قرمز یک رنگ که شاد و زیبا انتخاب نمایید. مادرم وقتی به تو خبر دادم که آخرین فرزندت کشته شده از اتاق پذیرایی را آماده کن بسات شیرینی را بچین به همه دستور بده تا در شادی تو شریک باشند. بگو که پسرم تولدی دیگری یافته است پسرم داماد شده است هرگز هرگز گریه و شیون نکن و با کاری کنی که دشمن تصور کند به تو که پایه خاندان ما هستی ضربتی کاری زده است نه مادر سوگواری و شیون برای مرده است که در میان رخت خوابش مرده باشد اما من من که آخرین فرزند تو هستم مثل دیگر فرزندان تو در بستر سفید که نمرده اما در تو تو هرگز سراغ جنازه ام را نگیر زیرا جنازه سالمی به تو تحویل نخواهند داد چون من تا قطع قطع نشوم دست از مبارزه با دشمنان کشورم نمیکشم کشم می خواهم به خاطر مهربانی های تو و به خاطر دوری از تو اشک بریزم اما شرم دارم آری من برای ابد از تو شرم خواهم داشت شرم پسری که مدت ها از تو و آغوش مهربان تو دور بوده و اینک نیز بدون که فرصت دیدار مادرش را داشته باشد به جبه می رود. خدا حافظ تو باشد مادر. مادرم عزت الحاجیه ی عزیزم. امضا محمد تقی. نامی دوبار آن شب در آن شب تاریخی کلونل پسیان نامه دیگری نوشت. نامهای برای افسر دلیر و وفاداری مانند ماجور علی خان شمشیر. گفته بودیم که این افسر دلاورد در جنگ های طربت جام و خاف و باخذر چنان همت و شهامتی از خیش نشان داده بود که پنج هزار سوار دشمن از دست او فرار کرده و به طرف افغانستان گریخته بودند ماژور علی خان راپورت یکی از جنگهای محلی را با نصری زیبا و مؤثر نوشته و برای کلونل فرستاده بود و ضمنا از وی تقاضا کرده بود که نفرات را تشویق نماید کلونل پسیان در آن شب پس از مطالعه نامه آن افسر سلح شور این جواب را برای او نوشت و آنچه که میخوانید عین نامه مرحوم کلونل پسیان است برادر عزیزم بدت مباد و گزندت مباد و درد مباد ساعت ده بعد از ظهر بیست و شش برج است در میان کاغذهای متفرقه سرش که چشمم را که از اثر عبارات مکتوب خصوصی شما روان شده بود پاک کردم. میخواهم جواب بگویم. آه چقدر ناگوار است که نمیتوانم عملیات نظامی پاره های قلب خود را به رأی این مشاهده کرده و در پهلوی هم با شرفم روی زمین های لم دراز کشیده و به هر صدای آخ که از اصابت گلوله دشمنان قارتگر تولید می شود یکی هم بالاخره مردانگی کرده به من مصادف شود. افسوس هزار افسوس که مشهد و طبقه ممتازه آن مانع نیل این آرزوست چنانچه اگر چند ساعت دیر رسیده بودم دیگر کار از کار گذشته بود رسیدم و به مثل معجزه سحرها را باطل نمودم و شکران الله سم و شکران الله ما هدانا به شکران نام قربانت شوم یوسف گمگشته باز آید بکن آن قم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان قم مخور بله شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد ایرانی نمی میرد و محو نمی شود اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهند دید بر ماست که آنان را از ننگ ذلت خلاص نماییم آری ما باید جان بازی کنیم ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشند بیشبه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم کرد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجایی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم می شکند اتکای ما به یاری خدا و اعمه عطار است و بس و اما عزیزم شما نخواهید مرد نه دزدان با خزری را یارا و قدرت آن است که تو را هدف گلوله قرار دهند و نه گلوله را آن اجازه است که خط سیر خود را به سمت وجود نازنینت امتداد دهد نه نه فقدان تو بر من خیلی دلسوز و ناگوار است و جبرانش غیر ممکن تو به من ای آنکه چون تو پاک نیست خواهشمندم از کلیه افراد من مخصوصا از زخمی ها از قول من احوال پرسی کرده و دلجویی نمایید محمد تقی چه شب دردناکی بود بله ناچاریم باز هم صحبت از همان شب بکنیم آن شب شوم خان سوز. زیرا آن شب آبستان حوادثی بود که مولودش شوم بود و نفس بود و ملالنگیز گفته بودم که آن شب را کلونل با سرنوشت خیش در جدال و کشمکش بود. اما من چطور؟ من در چه وضعی به سر می بردم؟ من وقتی آن شب از کلونل جدا شدم و به خانه رسیدم دیدم حال همسرم بیش از پیش و خیم شده است. او آخرین روزهای دوران حاملگیش را میگذراند و از همه بدتر سینهش را عمل جراحی کرده بودند و ناچار بودیم که هر روز محل جراحت را پانسمان کنیم. آنچه وقتی حالت ناراحت کننده همسرم را دیدم تصمیم گرفتم که او را نیز از مشهد دور کرده به قائنات روانه کنم زیرا من در وضعی قرار داشتم که هر لحظه بیم مرگ و نابودی من میرفت و صلاح نبود در چنان شرایطی که همه قوای دشمن بر علیه ما تجهیز شده بود من زن و بچه هایم را در معرض شدیدترین حوادث احتمالی قرار داده و از همه بدتر او را مدام در اضطراب و دلهره قرار بدهم پس تصمیم گرفتم که صبح وقتی به اتفاق مصبا و سلطنه به طرف بیرجند حرکت می افراد خانوادم را به دست امیر شوکت الملک بسپارم تا بتوانم بدون دقدقه خاطر به مبارزات خودم ادامه بدهم اما صبح که شد ناگهان همه چیز عوض شد و سرنوشت قیافه کری و زشت خیش را به ما نمایان. من صبح زود یعنی صبح روز شنبه مثل همیشه به اتاق خواب کلونل رفتم تا او را ببینم اما وقتی در را گشودم به سرش را خالی یافتم خیلی عجیب بود او چطور در آن موقع صبح اتاق خوابش را ترک کرده بود با عجله به طرف سرسرا رفتم و چشمم به آقای فتولاه خانو فرود افتاد و او گفتم که من هر روز صبح زود کلونل را در اتاقش ملاقات میکردم تا بتوانیم متفقا در مورد امور ایالتی مشاوره کرده و تصمیم بگیریم اما کلونل امروز در اتاقش نیست چرا چه شده آقای فرود که افسری مطلع و جدی و بسیار مورد اطمینان کلونل بود با شری برافروخته و متأثر به من گفت فعلا این نامه را بگیرید و مطالعه بکنید زیرا کلونل برای شما نوشته است با ناراحتی در پاکت را باز کردم کلونل نوشته بود برادر عزیزم من به طرف قوچن حرکت کردم شما و مصباح و سلطنه به طرف بیرجند حرکت نکنید تا در اولین نقطه من با مخابرات حضوری با شما تماس بگیرم بی اختیار با آقای فرود خیره شدم در قیافه او نیز آثار تأثر و ناراحتی نمایان بود گفتم چطور شد که کلونل بدون اطلاع قبلی و ناگاهانی مشهد را ترک کرد چنین قراری نبود آقای فرود گفت نمیدانم فقط این را میتوانم بگویم که پس از آنکه شما از کلونل جدا شدید او پس از مدتی کلونل محمود خان نوزری را احضار کرد و سپس مدتی با او مذاکره نمود و بعد در حالی که ناراحت و غمگین به نظر می رسید تو را برداشت و از اینجا دور شد به طوری که ما پس از رفتن او توانستیم اسبش را برای او بفرستیم او دیگر چیزی به ما نگفت خیانت بزرگ خواننده گرامی تا این لحظه آنچه گفتم تماما مسائلی بوده که من شخصا ناظر آن بودم و این طبیعی است که پای درستی و صحت آنها نیز می ایستم. اما چون ناچارم سرنوشت کلونل و سرگذشت جبهه خونینی را که نادرشاه افشار نیز در همان محل کشته شده بود برای شما شرح بدهم چاره ای نیست جز این که آنچه را که شنیدم برای شما بگویم در یک کلام بهتر است بدانید که من ابدا در جنگ های خراسان حضور نداشتم و به هنگام شهادت کلونل نیز فرسنگ از آن شهید بزرگ دور بودم پس برای آنکه قدم به قدم سرگذشت و سرنوشت حماسی او را تعقیب کرده باشیم ناچاریم از آنچه که شنیده این بگوییم نه آنچه که دیده ایم آن شب یعنی در نیمه های شب کلونل توفنگش را برداشت و با ناراحتی از مشهد بیرون رفت چرا مگر چه شنیده بود کجا می رفت کلونل محمود خان نوزری فرمانده قوای نادری و حاکم نظامی قوچان بود او برای دیدار زنش به مشهد آمده بود و با اینکه می توانست در قیاب خیش افسران درستکار و شریف را جانشین خیش سازد همه امور را به دست میرفخ رائی سپرد این مرد نه شرایط فرماندهی را داشت و نه صلاحیت آن را و بدتر از همه مدت ها بود که با قنسولگری انگلیس بند و بست کرده بود این مرد به جای آنکه با یک تکنیک صحیح دفع یورش اشرار را بکند تعمدن جاندارم را ده نفر ده نفر به جپه میفرستاد تا راهزنان سردار معزز بجنوردی آنها را کشته و توفنگ هایشان را به یغما ببرند این کار آنقدر ادامه یافت تا خبر آن به گوش کلونل که در بیرجن بود رسید. کلونل با عجله به مشهد آمد و هنگامی که کلونل نوزری را داشت استنتاق می کرد نامه محرمانی به دست او رسید که حاکی از خیانت های بزرگی بود. آن چرا که من شنیدم الله و عالم، در آن نامه نوشته شده بود که فرمانده قوای قوچان به مرکز تلگراف کرده است که اگر قوای مرکز برسد من با نفرات خود تسلیم خواهم شد و باز در همان نامه محرمانه به کلونل توصیه شده بود که یا خودتان به قوچان بروید و یا به اسماعیل خان بهادر دستور بدهید که به قوچان حمله کرده و میر را دستگیر نماید. کلونل پس از تهدید محمود خان نوزری لحظه ای فکر کرد و دید صلاح نیست اسماعیل خان بهادر را که تازه از جنگ برگشته است مجددا معمور جنگ دیگر نماید. پس صلاح دید خودش شخصا به جبهه برود. بیخبر از اینکه چه دام هولناکی در پیش پای او قرار دادهاند. کلونل در بین راه بود که ناگهان یکی از افسران خیش را میبیند که به تاخت به طرف مشهد در حرکت است این افسر به محض دیدن کلونل به طرف او میرود و میگوید قربان به نزد شما میآمدم تا خیانت های میرفخرایی را برای شما شرح بدهم زیرا او با قوانین محلی ساخته و تفنگداران یاقی را آزاد گذاشته که به پادگان حمله کرده و همه اسلحه و مهمات ما را به غارت برده و آزوقه نفرات را بدزدند و عده زیادی را نیز به قتل برسانند کلونل در حالی که رنگ به چهره نداشت بلا فاصله به طرف قوچان حرکت نمود و وقتی به پادگان رسید همه افسران را احضار کرد و سپس در مقابل آنان از میت پرسید چرا شما تا کنن زیادی از نفرات مرا به کشتن دادید؟ چرا با اینکه میدانستید قوای راه زنان خیلی زیادتر از ده نفر جاندارم شماست؟ تعمدن جاندارم ها را ده نفر ده نفر به جبهه فرستاده زیادی از آنان را به کشتن دادید؟ چرا نتوانستید پادگان را با این همه نفرات در مقابل حمله ناچیز راه زنان حفظ کنید؟ چرا وقتی که دیدید راه زنان پادگان را تصرف کرده اند را از بین نبرده و آنها را تسلیم دشمن نمودید؟ چرا همه مهمات و اسلحه ژاندارمری قوچان را به راه زنان تحویل دادید؟ بیچار میر فخری چه میتوانست بگوید؟ هیچ زیرا او از قیافه برافروخته و رنگ زرد کلونل پسیان حدس زده بود که گزارش خیانت وی به او رسیده است. کلونل وقتی سکوت آن افسر را دید گفت شما مسحق تیرباران و محاکمه صحرایی هستید. افسوس که حالا وقت این کار را ندارم اگر به سلامت برگشتم حساب شما را تصفیه خواهم کرد. به سوی جبهه خونین کلونل به همه افسران و قوای نادری قول داده بود که به محض برگشت از جبهه میدفخرایی را محاکمه صحرایی خواهد نمود اما آیا او نمیدانست که دیگر هرگز از جبهه باز نخواهد گشت جبهی که در واقع دامی مهلک برای او بوده و امید خلاصی از آن دام محال مینمود کلونل با یک مسلسل به سوی جبهه خشم، خشمگین و برافروخته و متعلم او نفرات خیش را به سه قسمت تقسیم نمود و عده را در جناه راست و عده را در جناه چپ قرار داد و خودش با 20 نفر پیش نفرات را به عهده گرفت و پیشا پیش قوای خیش به سوی دشمن حرکت کرد او به فاصله چند ساعت بدون آنکه تلفاتی بدهد دشمن را تار و کرد و تصمیم گرفت پیش روی خیش را همچنان ادامه بدهد کلونل در اکثر جنگ ها شخصا پیش قوای خیش را به عهده می گرفت و تکنیک نظامی او چنان صحیح و عالی بود که همیشه در همان چند حرکت اول حریف را مغلوب می ساخت. آن روز نیز کلونل توانسته بود راه زنند و فرار بدهد اما درست هنگامی که او با دشمن در جدال بود ادهی از افسران خائن دست به فرار زده به دشمن فهماندن که کلونل تنهاست و می توانند بر سر او بریزند و نابودش کنند. در این لحظه فشنگ های کلونل داشت تمام می شود. کلونل ناچار شد که تیر اندازی را متوقف کند و شاید به این امید که هرچه زودتر قوای کمکی به یادی او بشه تابد. اما مدتی گذشت و خبری از آنان نشد. راهزنان که می تیراندازی از طرف جبهه مخالف متوقف شده است رگبار گلوله ها را به سوی او سرازیر کردند و در این میان نایب حاجی خان تفرشی که در کنار کلونل مشغول جنگ بود به کلونل گفت قربان اجازه بدید برم فورا از پادگان اسلحه بیارم چیزی نگذشت که ادهی به دنبال اسلحه رفتن اما هرچه گشتن اثری از آنها نیافتند. با این کیفیت کلونل با دست خالی در جبهه ماند زیرا آنان که به قرآن مشت کوبیده بودند با آن مرد شریف خیانت نکنند اسلحه او را به دشمن فروخته و او را تنهای تنها در جبه رها کرده بودند و از همه ننگین تران که آنها با وجودی که میشنیدند دیگر از سوی کلونل و افراد قلیل او تیراندازی اندازی نمی شود و فشنگ آنان تمام شده است باز آنقدر درنگ نمودند تا دشمن به نفرات کلونل شبیخون بزند در آن لحظات خونین و رعباور نایب حاجی خان تفرشی به کلونل گفت قربان میدانید که دیگر مقاومت فایده ای ندارد با دست خالی هم که نمی شود جنگید آیا بهتر نیست عقب نشینی بکنیم و شما جان خودتان را از محلک نجات بدهید کلونل گفت حاجی خان من جز مادری پیر و یک عموی مهربان کسی را در دنیا ندارم که به امید بقای آنان پشت به جبهه بکنم ولی تو برو تو هم مرا تنها بگذار زیرا همسر و فرزندان تو چشم به راحت هستند نایه پاجیخان تفرشی در حالی که اشک میریخت مجددا از کلونل تمنا و خواهش کرد که از جبه فرار نماید اما کلونل در حالی که رنگش به شدت زرد شده بود و از شدت خش مقم می لرزید گفت ببین برادر من دیگر یقین کردم که افسران من به من خیانت می کنند کار نبی بایست به اینجا می کشید اگر امروز در این جبهه و بر روی این تپهی که نادر کشته شده از کشته نشدم فردا آنها در بسترم مرا خواهند کشت بله خائنین مرا در بسترم خواهند کشت و مرگ برای کلونل پسیان فرا رسید و او مرگ را کشت او تنها بود تنها در زیر رگبارهای گلوله گلوله هایی که متعلق به خود او بود اما آنها را به دشمن سپرده بودند. اینکان گلوله ها سفیر زنان به طرف او سرازیر می کردید. او اطرافش را نگاه کرد و در اطرافش هر چه بود اجساد دوستانش بود و تفنگ‌ها و مسلسل‌های بی‌مصرف تفنگ‌هایی که گلوله نداشتند و او با حسرت تفنگ‌های بی‌تیر را نگاه میکرد به خدا قسم هیچ کدام از مهاجمین و خوانین خونخارشان نمیدانستند که کلونل پسیان بی اسلحه در گوشه تپه به نظاره نشسته است. وگرنه آنها از وجود آن مرد بیدفاع نیز وحشت میکردند و میگریختند چنانکه بعدها همه آنان نیز اعتراف کرده بودند راهزنان وقتی که دیدم دیگر از سوی جبه تیری به طرف آنها خالی نمیشود جرأت پیدا کردم و با فریادهای گوشخراشی هجوم آوردم کلونل دیو مهیب مرگ را در مقابل خیش ایان دید و آنگاه آن مرد دلیر احساس کرد که عمرش به پایان رسیده است عمری که جز به پاکی و درستی نگذشته بود و او اینک بر روی تپه خبوشان همانجا که نادرشاه افشار کشته شده بود مردانه در انتظار مرگ ایستاده است مهاجمین به او نزدیکتر شدند و او را به گلوله بستند گلوله به پا و لگن خاصره او اصابت نمود زخم شدید بود و او احساس کرد که باید بمیرد و گریزی از مرگ نیست اما قهرمان نخواست که با گلوله دشمن به خون کشیده شود با همان حال نظر، هفتی را از کمرش بیرون کشید و آخرین گلوله را به قلب خود خالی کرد این حادثه قریب این مرگ پرشکوه بر تپه خبوشان اتفاق افتاده است بر تپه نادر و اینک مردی تازه که آرزوهای مقدسش به پهنای قلب دریا مانند بود با آن مرد یعنی نادر دیگر میپیوست و این مرگ نبود این زندگی بود زندگی بعد از مرگ زندگی جاودانه